بله. آقای دکتر، آقای هروی درخواست ملاقات دارم. بگیم بیان تو. سلام آقای دکتر. سلام. چیه؟ چرا پریشونی؟ آقا این نامه رو از حفاظت اطلاعات زدن. کلی هم شرط و شروط گذاشتن برای واردات. جوری که اصلا عملا ما نتونیم کاری کنیم. پای نامه امضای کیه؟ حاج رسول سفری. بفرمایید. الان ما چی کار باید بکنیم؟ گفتم که بفرمایید. آخه نداره آقای هروی، بفرمایید. بله، ببخشید. سلام آقای شیرزاد. سلام، بفرمایید. باید باهاتون حرف بزنم. من الان شرایطی صحبت کردن ندارم. کجایید؟ مادم ملاقات ناصر بیمارستان. اتفاقا خودم میخواستم بیام ناصر رو ببینم، پس میام همونجا میبینم اتون. باشه. خیلی ممنون. ناصر جان، خوبی؟ کیه نورا؟ دوستم. پس دیگه همش سر تو گوشیه. لطفا فقط یک نفر همراه بیمار بمونه، یه نفرتون تشریف بیاره بیرون. بله چشم، ببخشید. نورا تو بیرون باش. معلوم از کجایی تو سپر؟ چرا گوشی در دسترس نیست؟ بعد این همه وقت پیام دادی که چی؟ میدونی چیه؟ اصلا حق تیمو در آباد قهر میکردم که جوابتو نمیدادم. منو چیکار کنم؟ دلم نمیاد. کاش نرفته بودی سپر. حداقل یه پیام صوتی بذار صدا تو بشنوم. میگه کجایی که نمیتونی یه پیام صوتی واسه من بذاری؟ نه، این صدای بلندگوی بیمارستانه. بابام حالش بد شده. خدا میدونه که من این ناصر رو چقدر دوست دارم، اما اخیراً یه کارایی میکنه عجیب. الان یه پروژه‌ای شروع کرده که بیفایده تهش هم معلوم نیست بشه یا نشه. منم خیلی راضی نبودم، با وجود این گفتم باشه ناصر کارشو بکنه، من خودم در کنارش سعی میکنم پروژه رو جلو ببرم. اما بچه‌های شما مگه میذارن؟ بچه‌های ما یعنی کی؟ چی میدونم، کل مجموعه شما دیگه. ببین آقای دکتر شمس، اگه از من کمک میخوای باید بازرف بزنی. شیرزاد به خدا خسته شدم. حاج رسول سفری شما منو کلافه کرده. اخیراً
یکی از مخازن گاز کارگاه منفجر شده. ایشون هم همین انفجار بهانه کرده و جلوی واردات قطعات کاملا گرفته. خب اگه اینجوری باشه که پروژه میخوابه، تعطیل میشه. البته با اتفاقاتی که افتاده بچهای ما حق دارن حساس بشن. باشه حساس بشن، اما اینطوری خرابکاری همیشه وجود داشته، مختص مملکت ما نیست، کل دنیا باش مشکل دارن. اما آیا همه پروژهاشون میخوابن؟ نه خیر، من الان مجبورم به خاطر که چرخ پروژه به شرقه یه سری قطعات وارد کنم. خب طبیعیه که نمیتونم حواسم به همه جا باشه. یه بخشش وظیفه شماست، یه بخشم وظیفه منه. شما وظیفه خودتو درست انجام بده، بقیهش من حلش میکنم. الان باید چی کار بکنم؟ پروژه لنگه، مناقصه رو باید هرچی زودتر برگزار کنم. آقا گفتم که من حلش میکنم دیگه، شما برو کارتو بکن. برگزار کنیم؟ بله بفرم، اینم پیش من میمونم. الان دیگه راحت میتونم باهات حرف بزنم سفر. اومدم تو حیاط بیمارستان. پس تو کی قراره بیای تهران؟ سلام آقای صوفی. سلام آقای روشن. وضعیت چطوره؟ مشکلی نیست. علت مسمومیت مشخص شد؟ هنوز مشخص نیست. آقای مقدم کجاست؟ باید جلوی در اتاق آقای دکتر باشه. بفرمایید. سپر اگه بدونی اینجا چه خبره؟ همینجوری آدم داره میاد و میره. بفرم. بخش داخلی اتاق سه. نه حالش خوبه. پزشکش گفت جایی نگرانی نیست. بخش داخلی اتاق سه. باشه رسیدی بهم خبر بده. کسی قراره بیا؟ بله؟ دیدم دارین آدرس میدین، پرسیدم کسی قراره بیاد؟ بله، خواهر آقای دکتر مهربان میخوان بیان ملاقاتشون. مشکلیه؟ بهتر نبود با تلفن شخصیتون بهشون اطلاع بدین؟ تلفن شخصیم شارژ نداره. مرتضی برو اون شارژر من از تو ماشین بردا بیا. نه نه. چی واسطه منو نگاه میکنی؟ برو شارژر رو بیار. منو. خب آقای مقدم اوضاع چطوره؟ خوبه. من به اندازه شما مطمئن نیستم. آقای دکتر مهرآور باید منتقل بشه. چرا؟ بیمارستان امن نیست. آقای دکتر مهرآور جاش خوبه، بیمارستان هم امنه، کسی هم به من چیزی نگفته. من الان دارم میگم دیگه. شما لطف کنید به آقای زالی بگید ایشون بررسی میکنن، تصمیم میگیرن، بعد به من ابلاغ میکنن. برای این کارا وقت نیست. آقای صابر صوفی، من به اندازه عمر شما کار کردم. مطمئن باش اگه وضعیت اینقدر حاد بود شما رو تنهایی نمیفرستادن اینجا. حالا بفرمایید تشریف ببرید، بذارید من به کارم برسم. آقای مقدم، چرا متوجه نیستی؟ دارم میگم وضعیت بیمارستان امن نیست. آقای دکتر مهرآور باید منتقل بشه. نمیشه که هی دکتر رو جابجاش کنیم. اصلا شما رو چه حسابی میگی بیمارستان امن نیست؟ اینو نمیتونم بگم. خب منم نمیتونم رو حساب حرف شما هی دکتر رو جابجاش کنم. مگه اینکه موافقم. کجاست؟ از این طرف فایزالی. بفهم. اینم موافقت. چی شده؟ دکتر چطوره؟ با آقای مقدم میگم آقای مهرآور رو باید منتقل بکنیم، ایشون موافقت نمیکنه. چرا؟ نمیدونم، از ایشون بپرسیم. بیمارستان هم نیست، لو رفته. چطور؟ آقا مهرآور شما پایین تشریف داشته باشید. آقای صوفی گوشم با شماست، چطور بیمارستان به این سرعت لو رفته؟ آقا همون جوری که ماشین دکتر رو توی دماون ردشو زدن، همون جوری که خونه جدیدشو سری پیدا کردن، همون جوری هم بیمارستان لو رفته دیگه. هر حال ایشونو باید سری منتقل بکنیم.
حاج رسول خبر داره؟ بله. حالا الان معلوم میشه. جواب نمیده. ایشون تو جلسه است. آقای جالی به حرف من گوش کن. وضعیت آقای مهرآور اینجا امن نیست. باید منتقلش بکنیم. اگه هر اتفاقی براش بیفته من ساکت نمیشینم. مسئولیت مستقیمش هم با شماست. عباس دکتر حالش خوبه؟ میشه برد خونه؟ من چه میدونم، از پزشکش باید بریم بپرسیم. همین کارو میکنم. سلام میکنم عبد خلیم. لا ادخل. یعنی جای نگرانی نیست؟ نه میتونیم تخصیصش کنم. خیلی ممنون. خدمت شما. باشکر ممنون. دکتر میگه حالش خوبه، مرخصش کرد. شما هم آماده باشید برای انتقالش. آقای زالی معذرت میخوام، ولی من مسئولیت انتقال دکتر رو قبول نمیکنم. این چی؟ من دارم میگم آقا این مسیر بازرسی نشده. شده؟ مسیر بازرسی نشده هم یعنی مکان ناامن، یعنی کار غیر حرفه‌ای. من بلد نیستم. اگه یه اتفاقی برای دکتر بیفته ایشون میخواد جواب بده. یواشتر عباس، اینجا بیمارستانه. میگی چیکار کنم؟ ایشون میگه بیمارستان ناامنه، من میگم امنه. اصلا میتونیم بخشو قرنطینه کنیم، میتونیم اتاق دکتر رو جابجا کنیم. گیرم که ما همه این کارا رو کردیم، باز اونا رسیدن تا پشت در اتاق دکتر. چند نفرن؟ یه نفر، دو نفر، ده نفر؟ پس من و تیمم اینجا چی کاره ایم؟ مجسمه که نیستیم. یعنی من یه نفرشون رو نمیتونم بزنم؟ به خدا که این 10 تاشون رو میزنم. شما اگه میخواستی بزنی اون موقع زاره بزده بودی که تو دماوند درد نری. آقا من با شما حرف نمیزنم. آروم‌تر صابر. های زالی اگر بیان توی بیمارستان مردم هم در خطرن، خود دانی. هماهنگ میکنم یه تیم پشتیبان بیاد. دکتر میره خونه. های زالی کشش نده عباس، دکتر میره خونه. ترخیصشون. چیکار میکنی تو؟ باز خودت عملیات رو انداختی؟ قراره بیان بیمارستان. چی قراره بیاد؟ چی میگی تو؟
راه بیفت بریم که حسابی گند زدی، بیچاره شدی. عباس مقدم برات گزارش رد کرده. الان همه منتظر نشستن تا شما بری توضیح بدی. معطل نکن. به من گزارش دادن بیمارستان امن نیست. بعد دکتر مهرآور رو منتقل می‌کردیم. از جناب زالی اجازه خواستم و خدا رو شکر ایشون موافقت کردن. خدا میدونه اگر ایشون اجازه خروج نمیدادن الان با چه مصیبتی طرف شده بودیم. عملیات خروج به موقع و به درستی انجام گرفت. خدا رو شکر دکتر هم صحیح و سالم به خونه‌شون رسیدن و الان امن و امان هستن. جسارتا مشکل چیه؟ نمیدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که با من هماهنگ نکردی، منو در جریان نگذاشتی. بله آقا، ولی اون موقع شما تو جلسه بودین. و به جواد میگفتی؟ فرصت نشد. حاج آقا، آقای صوفی گفت شما خبر دارید. مجبور شدم اونطوری بگم که مجوز خروج دکتر مهرآور رو بدن. منظورشون اینه که سعی کردن شما رو گول بزنن. این چه حرفیه؟ من فقط نگران دکتر مهرآور بودم. برادر، منو گذاشتن اینجا که نگران دکتر باشم. شما چی کاره ای؟ عباس، این همه اصرار برای چی بود آقای صوفی؟ کی به شما گزارش داده بود؟ جوابی ندارم. اگر اجازه بدین بعداً خصوصی خدمتتون عرض بکنم. آقای زالی، آقای مقدم، میشه خواهش کنم چند لحظه بیرون باشی؟ خب، بفرمایید. یه نفر تو بیمارستان با تلفن عمومی در مورد دکتر مهرآور صحبت میکرد. شماره بخش و شماره اتاق هم اعلام کرد. من شنیدم. آقای روشن همکار آقای مقدم هم شنید. و اون یه نفر کی بود؟ نتونستیم هویتش رو پیدا کنیم. شما اینا رو با آقای مقدم هم گفتید؟ نه. چرا نگفتی؟ برای اینکه فایده نداشت. ببین آقای صوفی، آقای مقدم اعتقاد داره شما تو کارش دخالت کردی و البته حق هم داره. من موظف بودم آقای مهرآور سالم از بیمارستان خارج بکنم. نمیتونستم ریسک بکنم. شما باید با آقای مقدم و آقای زالی صحبت میکردی. اونا خودشون بلد بودن از آقای دکتر مهرآور حفاظت بکنن. بعدم از کی کلا رسم شده نیروهای حفاظت اطلاعات سرخود تو کار حفاظت شخصیت دخالت بکنن؟ از این لحظه به بعد هر کاری که میکنی باید به من اطلاع بدی. روشنه؟ بله جان. بفرمایید. خب آقای شیرزاد، شما میتونید تشریف ببرید. بله بسیار. فلاح ببرید. راستی آقای سفری، چرا مانع کار دکتر شمس شدی؟ جلو واردات رو گرفتی؟ من مانع ایشون نشدم، فقط ازشون خواستم منو در جریان بگذارن. مگه این جز وظایف ما نیست؟ همین جوری هم بچه های متخصص ما حفاظتی ها زاویه دارن. شما از این بیشترش نکن برادر من. باشه، من دخالت نمی کنم، اما شما هم یه گروه بذار مراقب جریان واردات باشه. انشالله. خدا حافظ شما. موافقت شیرزاد رو گرفتم. دیگه کسی نمیتونه مانعمون بشه. دوره جنگیدن من تموم شد. حالا دیگه نوبت شماست. سری آگهی بدید بر مناقصه. بله، حتما. ممنونم آقای دکتر. این مانه رو داشته بودیم برای شمس، شیرزاد رفت کرد. میتونم. خب چی کار کنیم؟ هیچ، چی کار میتونم بکنم؟ توکل کن به خدا، شالیه طوری میشه. برو به کارم برس. حاجی سلام. پرونده وفایی آماده شده. رهنم وفایی.
پرونده رعنا وفایی رو بذار کنار. صابر کجاست؟ صابر تو اتاقشه. صداش کن بیاد، بعدم به این پرونده میرسی. چشم. چرا وایسادی؟ بشین. تو کی هستی صابر؟ چی کاره ای؟ خودت به من بگو. برای چی برای خودت تصمیم میگیری؟ من فقط نگران دکتر مهراور بودم. تو بی خود نگران مهراور بودی. مهراور تیم محافظت شخصی خودش رو داره. اونا باید نگران سلامتش باشن. بعدم اگه تو مسیر اتفاقی میافتاد تو جواب میدادی، چی کار میخواستی بکنی؟ ها؟ بعدش هم گرفتی جای من حرف زدی. خیلی جلو خودم رو گرفتم نخوابونم زیر گوشت. من با تو باید چی کار کنم؟ خودت بگو. ببخشید مجبور شدم. یعنی چی مجبور شدم؟ تو چی کاره؟ کی مجبورت کرد؟ یه محافظ تعلیم دیده پشت در اتاق دکتر وایساده بود. آخه تو چرا فکر میکنی هیچ که کارشو بلد نیست؟ چرا فکر میکنی باید جای همه تصمیم بگیری؟ دخالت تو کار من کم بود؟ حالا رفتی تو کار حفاظت شخصیت؟ اینقدر تو فکر همه هستی که کار خودتو ول کردی؟ اینجوری ما نمیتونیم با هم کار کنیم. ببخشید. یعنی چی؟ هر کاری میکنه بعدش میگی ببخشید؟ دیگه تکرار نمیشه. نه بایدم تکرار بشه. عبدی رو گم کردی، داره واسه خودش تو شهر ول میگرده، اون وقت تو چی کار میکنی؟ سرک میکشی تو کار این و اون، بلوا به پا میکنی. آخه این چه مدل کار کردنه؟ شما بزرگواری کنید، ببخشید اشتباه کردم. خب ببینم کی تو بیمارستان با تلفن وضعیت دکتر مهراور رو گزارش میداد؟ نمیشناختمش، متوجه نشدم. نشناختیش یا من نامحرمم؟ چه حرفی آقا، نه متوجهش نشدم، نشناختمش. به احسان میگم همه دوربینای مدار بسته بیمارستان رو چک کنه. هر جور سلام دید. به اسم و جواد بگو پرونده رعنا وفایی رو بردارن بیارن. خانم رعنا وفایی 40 ساله، 15 ساله که با خلیل سرمد ازدواج کرده. توی سالهای گذشته یه سفر به دبی داشته و 5 سفر به اربیل عراق. من فکر میکنم که رعنا وفایی میتونه رابطه بین خلیل سرمد و سرویس باشه. توی 3 سال گذشته هم تا حالا 2 بار دادخواست طلاق داده و هر بارم بی نتیجه بوده. بارها بارها شده به خاطر ضرب و شتم و حتی شکستگی اعضا از شوهرش شکایت کرده و پزشکی قانونی رفته. از اون جالبتر این که آخرین سفرش رو به اربیل با پای شکسته رفته. البته به زور رفته. ممنون. با اجازه. حسام. بله. برو بیمارستان. تمام دوربینای مدار بستر رو بررسی کن. ببین از لحظه ورود دکتر مهراور و بستری شدنش تو بیمارستان تا لحظه ترخیص چه کسایی با تلفن عمومی صحبت کردن. جمع کن بیا به صابر نشون بده. بله چشم. بفرمایید. خب با این خانم رعنا وفایی چیکار کنیم؟ رعنا وفایی صابر رو تو خونه طلویا دیده. بعید میدونم که نفهمیده باشه صابر ماموره. حالا اگه فهمیده که صابر ماموره چطور هنوز توی اون خونه باشون کار میکنه؟ نگمانم به خلیل نگفته، وگرنه میکشیدش بیرون از اون خونه. پیشنهاد میکنم دوبلش کنید. فکر نمیکنم قبول کنم. این زن رابطه خوبی با شوهرش نداره، به اجبار این کارا رو میکنه. دنبال راه فراره. هر رایی هم جلو باش بذاری که بتونه از این مخمصه نجاتش بده دست رد بهش نمیزنه. اینجوری هم به خلیل نزدیک میشیم، هم که یه کمک هم به این خانومه میکنه.
خب صابر با نسترن طولی هماهنگ کن، فردا برو دیدن این خانم وفایی باش حرف بزن. اگه قبول کرد و دورمون زد رفع خلیل گفت چی؟ رهن و وفایی اگه هنوز توی اون خونه است از روی حماقت یا نترسیش نیست، دنبال پیشنهاده، باش معامله کن. من موافق نیستم. یه خوده به تجربه ما اعتماد کن. البته اگه نمیخوای میتونی تو این پرونده نباشی، جواد خودش تا آخر پیگیری میکنه. نه آجی، خودم انجام میدم. خیلی خوب، بریم به کاراتون برسیم. باشه. عسل جان مامان. بله. جای دوری نریا، همین نزدیکی ها بازی کن. باش مامان. بعد خوراکی هم آوردم، هر موقع گشنه شد بیا از مامان بگیر. باش. برو قربونه بشم. اون خانومی که خونه مادرتون کار میکنه رو چقدر میشناسید؟ کی به تو معرفیش کرده؟ نمیدونم، مامانم پیداش کرده. چطور مگه؟ اینا رو میشناسین؟ اینا ممکنه در مرگ همسرتون نقش داشته باشه. خب این چه ربطی به کارگر مامانم داره؟ من نمیفهمم. خانم رعنا وفایی کارگر نیست، از همین داره دست است. یعنی چی؟ نه ترسید خانم طولویی، ما مراقبتون هستیم، ولی خب شما هم باید با ما همکاری کنید. من فکر میکنم اطلاعاتی دارین که به ما نگفتین. حالا که پیداتون کردن بهتر اون اطلاعات رو در اختیار ما بذاریم. اماد یه مدت تو ترکیه با یه زن در ارتباط بود، به من خیانت میکرد. متوجه هستین که گفتن اینا چقدر سخته؟ من خیلی جزئیات رو نمیدونم، ولی بعدها زنه مجبورش میکرده هر کاری میگه انجام بده. مثل این که ازش عکس و فیلم و اینجور چیزا گرفته. این که اماد براشون چی کار میکرده و چی شده که کشتنشو من نمیدونم، و این که چه مداره که مهمی دست اماد بوده واقعا اینم نمیدونم، ولی حتما دنبال همونا هستن دیگه. رعنا هم برای همین فرستادن تو خونه زندگی من. بهتر اون مدارکو در اختیار ما بذارید. به جون دخترم نمیدونم، اگه میدونستم تحویل همونو میدادم و خودم رو خلاص میکردم. فردا قبل از اینکه خانم رعنا وفایی بیاد خونتون، مادر و فرزندتون رو بفرستین بیرون. بچه های ما مراقبشونن. بعد ما میایم برای دستگیریش. فقط احساساتی نشید، کاری نکنید که بو ببره. روزنامه رو بذارین رو نیمکت. دو دقیقه بعد رفتن من بمونید، بعد میتونید تشریف ببرید. بچه های ما میرسوننتون. فقط بدون هماهنگی من هیچ کاری نکنید. سلام آقای روشن، باید همدیگه رو ببینیم. یه جایی دور از محل کارتون، همونجا خوبه، میبینم. دراز میرم سر اصل مطلب. اون روز که تو جاده دماوند بهتون حمله کردن، تو ماشین یه ردیاب پیدا کردم که توی کیسه چرمی جاسازی شده بود که از آینه آویزون کردم. خب به نظرت کی میتونه توی ماشین حفاظت ردیاب جاسازی کنه، اونم جلو چشم؟ من نمیدونم، شما باید بگید.
عباس مقدم. شما میفهمین چی داری میگی؟ بله من میفهمم چی دارم. ازت میخوام تو هم بفهم. آقای صوفی نگه دارید، من پیاده میشم. باشه پیادم میشی. شما تو بیمارستان دیدی که داشت با تلفن عمومی حرف میزد، اطلاعات محل بستری دکتر مهراور رو به یه نفر اونور خط میداد، گفت گوشیم شارژ نداره، ولی بعد شنیدی که گوشی زنگ خورد. خب علمش مزدونی، برو دستگیرش کن. شما هم اونجا بودی، دیدی، شنیدی. این وصله ها به عباس آقا نمیچسبن. نگه دارید من پیاده میشم. ایسوف عجله نکن، به خود حوصله کن، به حرفان فکر کن. آقای روشن شما مدام با آقای مقدم این ور اونور میرید، به کاراش دقت کن، به رفتاراش فکر کن، بهش توجه کن، شاید فکرت عوض شد. حالا کجا نگه دارم پیادشی؟ هزار جلتر پیدا میشم. سلام. سلام. شاقون هخلیت شنید کفت. مهقابق و قولیم بلو هیچ لخنو لما ایتخالتا اتاب بولا بیلی یادیاتی لما شلاختا اتنه انسوخ عبدی زعازو کی عباس مقدم هلو امین زهای یاد شل هب بولا شلیب دوگ اتو اتو نو آقا سکون نخون اقاست اقاست شرون مخشاوتا لوس کلون بیله بشود عباس مقدم شلهی کاش بیا تو. سلام. سلام کجا بودی؟ صابر صوفی احضارم کرد. به من شک کرده نه؟ بله. اون روزی که داشتم تلفنی درباره ناصر حرف می زدم صابر صوفی صدامو شنید، اصرار کرد دکتر رو از بیمارستان ببریم، حالا هم دنبال یکی میگرده که با اون بتونه بر علیه من مدرک جور کنه. اون یه نفر تویی، درسته؟ نه من که بهت گفتم مهرداد، داشتم با خانومم حرف میزدم. آقا لازم نیست برای من توصیه بدید، من بهشون گفتم داری اشتباه میکنی. نه لازمه، یه بشین. خانومم میخواست بیاد ملاقات برادرش که نشد. حتما میخواد بپرسی چرا من با تلفن خودم باش حرف نزدم. اگه میخواستم با تلفن خودم حرف بزنم ممکن بود رد بیمارستانو بزنم. شما گفتید گوشیتون خاموش شده، بعدش گوشیتون زنگ خورد، صابر از همونجا شک کرد. من کی گفتم گوشیم خاموش شده؟ من گفتم گوشیم شارژ نداره. شارژ داشت ولی کم.
آقا لازم نیست برای من توضیح بدی. نه لازمه، چون تو هم به من شک کردی، چون خودم بهت یاد دادم از کنار هیچ چیزی به این راحتی ها نگذری. اینطوری نیست. چطوری میتونم من به شما شک کنم؟ بس چرا تو چشمام نگاه نمی کنی؟ حالم خوب نیست، مغزم کار نمی کنه، به هم ریخته. ببینمت مرداد، چی شده؟ حال خانمم اصلا خوب نیست، بارداریش پرخطره، نگرانشه. خب یه چند روز مرخصی بگیر. نه خب اینجوری که نمیتونی کار کنی، شغلمو حواس جمع میخواد. خودم جمع جور میکنم. مهرداد، هر سوالی که تو ذهنت هست همین الان از خودم بپرس. نه آقا من سوالی ندارم، اگه اجازه بدید برم. سلام آقا جسور، این پسر صابر صوفی بعد جوری شاخ شده، فکر کنم یه بوهایی برده، یا خودت جلوشو بگیر یا بذار من تو روش در بیام. سلام. سلام، چه خبر؟ یه دوربینای بیمارستان رو بررسی کردم، میدونم دنبال تصویر عباس مقدم میگردی، اونم میدونه از تلفنی استفاده کنه که تو نقطه کور دوربینا باشه. توی بیمارستان عکسی ازش پیدا نکردم، اما یه چیز بهتر برات. اینا از کجا گیر آوردی؟ رم دوربینم که تحویلم دادن فهمیدم که چند تا از عکس‌ها پاک شده، رمو بازیابی کردم و رسیدم به اینا. این عباس مقدم توی مسافرخونه چیکار میکرده؟ اینا رو کس دیگه هم دیده؟ نه بابا، فقط به شما نشون دادم. خوب کاری کردی، فعلا صداشو در نیار. این آقا جواد قبل از من این رمو تحویل گرفته، احتمالا خودش عکس‌ها رو پاک کرده. این جواد حاجی واقعا دارن چیکار میکنن صابر؟ تازه یه چیز دیگه هم هست، یه رو از فیلم دوربینای بیمارستان تکرار شده، تو همون لحظه به یکی از خدمه حمله میشن، حق با تو بوده، قرار بوده برن سراغ دکتر. میدونستم. ناصر که حالش خوبه، میخواستی من رو امتحان کنی یا برنامه دیگه ای داشتی؟ خواستی بیمارستانی بشه آدم تو بفرستی سر وقتش؟ خب من چی کار باید میکردم؟ نمیتونستم که ساکت بشینم. قطعا من باید آدم تو رو میزدم، اگه نمیزدم اول از همه به خودم شک میکردم، من که نمیذارم کسی به من شک کنه که. تمشو گوش کن ببین چی میگم، 10 روز بهت فرصت میدم خودت کارو تموم کنی، خودت در مورد کشتنش تصمیم میگیری، زمان و مکان مشخصش رو بهمون اعلام میکنی، بعد ببینیم و مطمئن بشیم. 10 روزت بشه 11 روز، جنازه پسرتو برات میفرستم. لعنت به تو، لعنت به تو، لعنت به تو. مهرداد، صابر اینجا چی کار میکنه؟
صابره. خب جواب بده. الو. سلام صوفی. چیزی شده؟ بریم تا بهت بگیم. بیا. حرفامو باور نکردی، مجبور شدم با مدرک بیام. امروز ناصر مهرآور رو از بیمارستان مرخص کردن. یه نفر رفته بود اونجا سراغش. یکی از خدمه بیمارستان از اون کارکنا رو هم بیهوش کرده. بعد یهو غیبش میزنه. ظاهرا عباس مقدم بهش خبر داده که مهرآور قرار مرخص بشه. فکرشو بکن. این همه اصرار میکرد اونجا نگرش داریم. یا اصلا مدارک مهمیه، میخوام یه نگاهی بهش بندازی. یه چند تا عکسه. توی این مسافرخونه با عامل سرویس بیگانه ملاقات داشته. یه نگاهی بهش بکن. این بابا همونیه که تو رو زیر گرفت. های روشن، به کمکت نیاز دارم. با این مدارک به کمک من چه احتیاجی دارین؟ مدارک خوبی اما کافی نیست. اصلا مدارک متخن چی داری؟ کاری کرده که به شک کنی؟ عباس آقای اون روزه اصلا حالشون خوب نیست. مدام براشون پیغام میاد و قیبشون میزنه. همین امشب دوباره براشون پیغام اومد. از پایگاه رفتن بیرون. من تعقیبشون کردم، از پایگاه دور شدن. رفت سمت یه تلفن عمومی، با یه نفر تماس گرفت. چیزی از صحبتش شنیدی؟ نه، فاصله باهاشون زیاد بود. ولی دو تا تماس از تلفن عمومی توی یه روز معنی خوبی نمیده. دارم تلاش میکنم فردا از آقای شیرزاد یه وقت ملاقات بگیرم. خواهم ازت خواهش کنم بیای اونجا، همه اینا رو براش توضیح بدی. هرچی شنیدی، هرچی دیدی، به باقیش هم کاری نداشته باشی. خواهش میکنم. آی صوفی، من آقایت این ماجرا نکنید. میدونم عباس مقدم معلمت بوده. اصلا نمیتونی تصور کنی که ممکنه خطایی ازش سر زده باشه. ولی خب باید تو این شرایط به مسئولیتت فکر کنی. وظیفه داری گزارش بدی. اونم تو همچی شرایطی. علی چشم. اما ایزتون برم. ممنون.